تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم لوورها را انیمیت بکنیم و ببینیم چجوری میتونیم خیلی ساده با دو تا ابزار یه انیمیشن جذاب توی 3D Max به وجود بیاریم. سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه من از از تایم لسروم بچه تو, تو این ویدیو میخوایم ادامه محتواهای های به پروژه رندر ماکتی و ورکشابش رو با هم دیگه بکنیم بکنیم و تو این قسمت میرسیم به لوورها ها میخوایم لوور ها رو با هم انیمیت بکنیم یه انیمیشن ساده جذاب از توش در بیاریم و بعد توی قسمت بعدی هم میخوایم دیگه وارد نورپردازی و متریال دادن پروژمون بشیم این قسمت رو هم حتما دنبال بکنید من کامل اومدم کی فریم ها رو توی تی دی مکس توضیح دادم و فکر می که میتونید ازش استفاده بکنید و خیلی جذاب برای خودتون انیمیشن های کوچولو ماکتی درست بکنید بریم وارد نرم افزار بشیم با جزئیاتش بیشتر آشنا میشیم بچا من اول همین ویدیو اول کار با نرم افزارم ازتون یه اسخای بکنم ما همسایه بغلیمون داره خونه رو کلا از بین میبره و از اول میسازه اگه یه مقدار توی ویدیو صدای چکش و اینا اومد پیش و پیش مذرت خواهی میکنم نمیتونستم تایم ضبط ویدیو رو عقب تر بندازم رو همین حساب ببخشید یه مقدار ممکنه توی بکگراند صدا بیاد بچه خب ما برای انیمیشن کردن ایتون یادتون باشه گفتیم که این پروژه این یه لوورای داره بچه خب که این لوورا قراره و بسته بشن من یه بار بهتون نشون بدم بچه خوب. که این لوورا چه حالتی داشتن توی عکس ها بریم ببینیم یه سری دیاگرام داشت توی دیاگرامو توضیح داده بود اینهاش ها که قراره چجوری بازو باز و بسته بشن من میتونم یه رو انیمیت بکنم ازشون کپی بگیرم همین سمتم هم بذارم تا همین الانم هم هر کاری که این سمت کردیم این سمت هم انجام داریم دیگه دقیقا این سه تا پنجره یعنی در از یه پنجره یه تیکه که داریم و سه تا تقسیم بندی که داره این دو تا اینه هم دیگه است حالا اینجا لوور داره که از روی همین دیاگرام ما میتونیم بفهمیم بچا که به چه نحوی تقسیم شده و نوع دامن حرکتیشون چجوریه خب برای لوور این وری بعد شما کارمون راحته خب یعنی چیکار میکنیم فقط کافی پیوت پوینت رو عوض کنیم ببینید اگه من این بزنین آلتو کیو بزنم ببین الان لوور ما چه شکلیه بچا یه قاب فلزی پشتشه یه سری با فل چوب و الوار درست کردیم که جلوش این اگه به چرخه میبینید از وسط داره میچرخه این محور غلطیه اگه یه همچین صفحه باشه و بخواد بچرخه مثل در باید از یه گوشش بچه ها بچرخه من آلتو کیو میذارم یعنی چی؟ الان من میرم تو پیوت بچه ها پیوت چیه؟ میشه همون نقطه سقل این مجموعه این نقطه سقل در حال حاضر وسطش بود که میچرخی ولی الان من این پیوت رو بردارم ببینید بچه الان اومده کنارش الان دقیقا این یک در داره میچرخه خب توی نمای تاپ میام توی نمای تاپ میتونم دقیق تر بررسیش بکنم میرم توی پیوت پوینت به علاوه اینکه باید به مینیمم این سمس نزدیک باشه پیوت ما حتی الان با الاین هم میتونید کار کنید و آل تو ای میزنیم اینو انتخاب میکنیم میگیم آقا در راستای ایگرگ شما بیا توی پیوتش بیا توی مینیمو. خب توی نمای تاپ بیایم این آش بچه هم. در این حال در راستای محور x هم میاریمش مینیموم یعنی چی هم x هم ایگرگ اینجا الان من این رو بردارم رو تیتو بزنم میبینید دقیقا از همین گوشه مدل ما داره روتیت میشه خب اینو خیلی راحت میشتیم انیمیشنش کنیم یعنی چی؟ اینجوری راحت این باز میشه میاد کنار و ما اون پنجره پشتی رو میبینیم خب این الان پیوتش درسته برای این دو تا ما مقدار کارمون سختتر بچه‌ها اول پیوت این رو من انتخاب میکنم بعد پیوت این یکی چرا چون این علاوه بر این که باید روتیت بشه بعد حرکت هم بکنه یعنی یه صفحه داریم که قراره بچرخه و در این حال حرکت هم داشته باشه اما این دوتا تا صرفا روی پیوتشون میچرخه پیوت این چی پیوت این الان اشتباه بچه‌ها این پیوتش باید بره اون سمت من فقط یه بار پیوت اینو جابجا بکنم بیارمش کنار فقط بعد حواسم باشه اینا اینستانس نباشن بچه‌ها یعنی پیوت این یکی جابجا جا نشه دوباره افیک پیوتو میزنم آلتو کیو میزنم که فقط همین آبجکت هم بمونه Alt ای میزنم برای الائن کردن به خودش به هم روی همین آبجکت دوباره کلیک میکنم میگم در راستای ایگریگ در این راستا یعنی بره انتها فقط Y تو میزنم میگم و پیوتش بره توی ماکسیمو اپلای میکنم در این حال در راستای X چی من تی رو میزنم بعد شد توی نمای تاب ببینید وسطه در راستای X هم دور Alt میزنم در راستای X میگم پیوتش بیاد توی مینیمم یعنی کجا رفت توی نمای تاپ در اختیار میمون اومد اینجا البته بچا تو واقعیت ما باید اینجا یه اهرومی هم بزنیم که این در وقتی میچرخه روی اهرومش دقیقا بچرخه خب متا چون خیلی دیتیل بعد مدلش بکنیم و خب الان ما داریم به کار ماکتی ارائه میدیم اونقدر جزئیات مدل توش مهم نیست ولی شما اگه وقت داشتین میتونید برای اینکه جزئیات کارتون قشنگ‌تر بشه مثلا یک میله استوانه عمودی هم بذارید که دقیقاً اینه مثلا قاب در باشه انگار داره هول اون محور میچرخه الان ببینید این هم کاملا درسته یعنی چی میشه؟ یعنی این در ما به این سمت باز میشه وقتی انیمیشن کنیم این یکی به این سمت یه نکته وجود داره چون لووره وقتی این بچه قراره به چرخه بیاد این سمت این یکی هم باید به چرخه بیفته روی این انیمیشن کردن این و فیزیک این یک مقدار کار سختی البته خیلی سخت نیست ها ولی منظورم که جزئیاتش بیشتر برای این چی کار بچه ها من اجازه بدید اینو اینو با هم آلتو کیو بزنم خب حالا اینو انتخاب میکنم میرم توی پیوت این تو پیوت میام توی نمای تاپ این یکی و این بار پیوتش رو میارم این سمت یعنی مثل همون در بغلی این الان کجا پیوتش این یکی رو میذارم نسبت به خودش همونجا یعنی در راستای ایگرگ بهش میگم پیوت بره توی ماکسیموم در راستای ایکس اما بره توی ماکسیموم اینجا ایکس رو آوردیم تو مینیمم. چرا چون الان بریم جلوتر متوجه میشی اینو انتخاب میکنم در راستای ایکس میگم پیوت بره توی ماکسیموم خودش البته بعد من این فریم رو انتخاب بکنم بچه خب اینجا الان توی نمای تاپ چک بکنیم اینا هاش اومده این گوشه من پیوتو برمیدارم این مدل من الان چجوری جوری میچرخه میام توی پرسپکتیو که بهتر ببینینش نگاه کنید روی این سمتش میچرخه حالا چه اتفاقی رخ میده ببینید بچه ها من الان تایم انیمیشنم روی 100 ثانیه است خب من مقدار تایم اینو زیاد میکنم من اگه بخوام یه ویدیوی یه بچه حدودا چهار ثانیه ای بگیرم مثلا میخوام این لوور رو باز شن، بعد بسته خب به نظرم چهار ثانیه برای این کافیه من حدودا میام ویدیو میذارم روی تایم این این پایین بچه شما یه نوار دارید این نوار انیمیشن تریدی مکس یعنی منوی تایملاین شما به اصطلاح خب طول این تایملاین به طور پیش‌فرض تو 3 100 فریمه خب و اگه شما فیلمی و انی... فیلم و انیمیشنی که داری تولید میکنی سی فریم بر سانیه باشه یعنی این سه سانیه و ده فریمه هر سی فریم میشه یک سانیه بچه یعنی سه سانیه میشه سه تا سی تا یعنی نوت فریم این حالا به طور اتومات ست فریمه من میخوام ویدیوم چهار سانیه باشه خب میبینید اف پی هم اینجا نوشته شده میخوام چهار ثانیه باشه اف پی هم, هم روی سی باشه یعنی در هر ثانیه هم سی تا فریم سی تا عکس یعنی نمایش داده بشه میدونیم انیمیشن از کنار هم قرار گرفتن فریم ها به وجود میاد خب پس وقتی میخوام سی فریم بر ثانیه باشه و میخوام انیمیشن هم چهار ثانیه باشه یعنی چهار ضرب در سی یعنی طول انیمیشن من باید 120 فریم باشه خب الان اوکی میکنم. می کنم شد 120 فریم حالا اولین کاری که اتفاقا شما این تایملاینتون رو درست بکنید قبل انیمیت کردن اجازه بدیم من از حالت آلتو کیو یعنی حالتی که فقط این دوبر مشخص بود خارج بشم من میگم آقا توی ثانیه میخوام تا وسط این تا یعنی 120 فریمه تا 60 این باز رو بسته بشه من توی همین حالتی که هست آلتو کیو رو روشن میکنم کلیک میکنم میام روی 60 روی 60 ثانیه میخوام این چند درجه بچه این بغلش خیلی کوچیک ذره می نمیسه. میخوام 90 درجه این بازشه میتونه بیشترم بازشه ولی الان میزنمش روی 90 درجه ببینیم چجوری انیمیشن شد خیلی راحت اینو کلیک میکنیم باز میشه تا روی 60 درجه حالا تو همین تایم میخوام اون یکی لوورم همین اتفاق براش بیفته اوتوکی کی رو بچه رو روشن میکنم چرا ببینید بچه شما یه اوتوکی رو روشن نکنید من الان مثلا میخوام انیمیشن اینو بزنم یه بار باید اینجا کی فریم بزنم بیارم جلوتر بچرخونمش دوباره کی رو اینجا ثبت کنم خب میبینی وقتی رو حالت اوتوکیو ما نیستیم وقتی این انیمیشن رو میدیم به یه مشکلی برمیخوره میبینی ثابت می‌مونه شما باید اوتوکی رو روشن کنید یعنی چی؟ اجازه بدیم من برگردم خب اوتوکی رو روشن می‌کنم وقتی اوتوکی رو روشن بکنید هر تغییری که توی آبجکت بدید یعنی مثلا ابتدای انیمیشن اوتوکی رو روشن می‌کنی یه دونه فریم رو ستکی می‌زنی. یعنی اینجا شروع انیمیشن منه وقتی که بیاید توی ثانیه 6، و بعد این روتیشن رو انجام بدید ببینید اتومات به محض این که نگاه کنید من روتیشن انجام بدم موو انجام بدم هر کاری بکنم به این نقطه دقت کنید بلا فاصله یه دونه کیفره ایجاد میشه اینه هاش ببینید سبز رنگ شد این علامت سبز رنگ یعنی اینجا یه اتفاقی توی انیمیشن رخ داده اگه شما اتوکیتون روشن نباشه به صورت اتومات این ایجاد نمیشه میدونید ثانیه اول ما یک حالتی داریم توی ثانیه 60 یک حالت دیگه داریم و اون و می‌بینید، دقیقاً میاد بین دو تا حالت رو خودش انیمیشن میده وقتی توی کی فریم وقتی اوتوکیمون روشن باشه فقط نکته که وجود داره اینه که اون یکی درم بعد تا 90 درجه به چرخه در اصل میبینید در منفی 90 درجه الان باز اوتوکی روشنه اتومات این درست میشه بعد که کارتون با انیمیت کردن هر کدوم از آبجکت ها تموم شد اوتوکی رو اتفاقا بچه خاموش کنید چون اینجوری اگه مثلا این آبجکت رو من جابجا جا بکنم و بعد پلی بکنم ببینید این انیمیشن روتیشنشو داره و جاش جابجا شده اما اگه اتو کی روشن باشه این جابجایی هم انیمیشن میشه ولی ما جابجاییشو الان برای انیمیشن نمیخوام کلا هر آبجکتی رو که به هر مدلی داشتید, داشتید انیمیشن میکردید وقتی کی فریم هاشو تعیین کردید یعنی مثلا شما تعیین میکنید توی ثانیه سه فلان درجه باشه توی ثانیه دوم یعنی در از فریم 60 می بچرخه 90 درجه بعد از اینکه اینو انیمیت کردی اتو کی رو خاموش کن چون همینجوری روشن میمونن. الان این دوتا در ما درسته بچه ها یه بار پلی میکنیم دوتاشون باز میشن تا 90 درجه اون یکی هنوز درست کار نمیکنه بچه اوتوکی رو روشن میکنم میذارم روی منفی 90 خب یه چک بکنیم دوباره یه پلی میکنم اینه هاش خب اتوکی رو خاموش میکنم این دوتا الان انیمیت شدن و درستن این یکی چه اتفاقی باید براش بیفته بچه ها این یکی توی ساین سان... علاوه بر روتیشن موو هم داره یعنی چی یعنی من اتکی رو روشن میکنم یه دونه کی همین ابتدا میزنم یعنی نقطه ابتدایی انیمیشن من برای این لوور اینجا میرم توی ثانیه 60 توی ثانیه شان... 60 این هم 90 درجه قراره به چرخه بچا همینطوری میبینید اما علاوه بر این که باید 90 درجه به چرخه باید بیاد روی این یکی قرار بگیره چرا چون قراره یک لوور باشه ببین الان کارم کارمو دقیق انجام ندادم ولی یه همچین چیزی بعد بشه میبینید هم روتیشن داره هم موو داره حالا من اینو الان دستی انجام دادم دوتاش بی کیفیت بود بعد عدادم درست باشه میام اول روتیشن رو میدم روی 90 درجه خب این انجام شد علاوه بر این بعد چیکار بکنم بعد موفش هم بکنم دبلیو رو میزنم برای موف میام توی نمای تاپ دقیقا این رو بعد بیارم بعدش بذارم الاینش بکنم نسبت به این یکی در راستای ایگریت باید ماکسیمومش روی مینیموم باشه یعنی از این بغل خوب در راستای X اما مینیموم به مینیموم قسمت های تی دی مکس رو ببینید بعد شما قسمت هایی که من راجع به پیو توضیح دادم کاملا این رو متوجه میشید الان چه اتفاقی رخ میده بچه ها ببینید قشنگ باز میشه میره توی اون وقش قرار میگه اما یه مشکلی هست بچه ها ببینید انیمیشن یه جاهایش ایراد داره نکتهش تو چیه؟ ببینید این باید تو کل این مسیر این باید دقیقا چفت همین آبجکت باشه ولی میبینید الان چفت نیست به علاوه نکتهی که وجود داره چیه؟ اینه که این وقتی داره روتیشن میشه وقتیش داره میره تو شیشه خب همچین اتفاقی که نباید بیفته خب این نیازمند اینه که بعد من بیام چند تا کیفرم این وسط هم ایجاد بکنم یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی این داره اینجوری حرکت میکنه و کشیده میشه تو این ثانیه دوباره بعد بیام مثلا هر 20 ثانیه شو تنظیم بکنم تو نمای تاپ میام دوباره میام اینو میذارم کجا این بغل اتوکی هنوز روشنه بچا نمیذارم اینجا اوکی روتیشنش هم اصلاح میکنم یا ما روتیشنش هم نباید بره تو شیشه بعد بمونه الان یه بار یه مرور با هم بکنیم ببینید چه جوری الان حرکت میکنه؟ خب بهتر شد حالا باید دوباره این وسط هم ایجاد کنم هرچی این کیفرم که ایجاد میکنم بیشتر باشه انیمیشن هم درست تره ببینید تو همه این اینه تو همه این لحظات این دوتا گوشه باید به هم دیگه وصل باشن یا حداقل خیلی خیلی به هم دیگه نزدیک باشن به علاوه این که این آبجکت ما نباید بره تو دل خود صفمون قرار بگیره الان چه اتفاقی رخ میده؟ با هم دیگه بررسی بکنیم ببینید این نحوه حرکت الان درست تر میبینید ثانیه اولش رو تنظیم کردیم ثانیه آخرش هم تنظیم کردیم اما مثلا وقتی میخواد این مدل موو بشه توی تریدی مکس این صاف موو میشه اما توی لوورا معمولا این مسیر حرکتی صاف صاف نیست به خاطر همینه که توی لحظاتی اون وسط این فریم ما داشت میرفت توی چی؟ توی صفمون نباید این اتفاق رخ بده به خاطر همین اومدیم دو تا کیفره من اون وسط قرار دادیم الان هی بچه ها استوب میکنم من میچرخونم ببینم که داره درست انجام میشه یا نه خب توی ثانیه چهل اینجا توی الان میتونم این ثانیه چهل یه مقدار بیشتر بچرخونم اینجا قرار بگیر یه بار دیگه پلی کنم توی پرسپکتیف با هم ببینیم خیلی انیمیشن جذابی میشه به نظرم اوتوکی رو میزنم یعنی پلی رو میزنم اینهاش. میبینی انیمیشن ساده است ولی خیلی جذاب یه حرکته لووری رو برای ما ایجاد میکنه حالا میتونم این کیفر ما بچه و برعکسش هم انجام بدم ما قرار این پنجره هامون باز بشه و بسته بشه توی انیمیشن میتونه بازشه یه شکل رو بسازه بسته شه یه شکل دیگر رو بسازه ولی من میخوام یه دون انیمیشن کامل رو اول بسازم یعنی باز و بسته شدن توش باشه بعد برگردیم به حالت قبلیمون یه بار دیگه پلی بکنیم بچه که عشان بشه خب این یعنی الان خوبه. تو ادامه قرار چه اتفاقی بیفته قرار این روبلا روبل لوورها به جای قبلشون برگردن میریم تو ثانیه 120 یعنی در از توی فریم 120 و ثانیه 4 این لوورایی که حالا باز شدن الان بعد بسته بشن تو ثانیه 120 دوباره من کی فریم میدم این 90 درجه چرخیده بود دیگه این 90 درجه رو آها قبلش اتو رو میزنم که دقیق برای من خودش کی فریم رو بذاره اجازه بدین یه کنترل زد بزنم یه بررسی بکنیم توی نمای تاپ بیان درسته و خوبه خب این دوور اتوکی روشن توی ثانیه 120 بعد برگرد سر جای قبلیش این میشه صفر خب این دوتا تا بچه کارشون راحت بود دیگه یه بار الان ببینیم با هم این لوبر باز میشه بسته میشه دوباره خب این هست حالا بعد اون دوتا بعدی رو هم این کار انجام بدیم اون اولی هم از اون سمت باز راحت بود اون الان دوباره میاد میشه صفر خب این دوتا الان انیمیت شدن این ولی بچه ها میبینید الان جاش اشتباه این یکی هم باز اوتوکی رو روشن میکنم و بعد برخلاف اینی که الان رفته دوباره رفتار بکنم من هر 20 فریم اینجا کی فریم زرم دیگه دوباره این حالت 20 فریم رو نگه میدارم تو همین حالت دوباره W دو دو اینا رو چشمی انجام میدم بچه ها شما میتونید دقیق تر انجام بدید ولی من چون چشمی انجام میدم الان برای انیمیشن ما کفایت میکنه. ای رو هم میزنم روتیت این بعد باز بشه بیاد اینجا خب این از این تو ثانیه 120 بزنیم اول ثانیه 120 رو تنظیم بکنیم تو ثانیه 120 ش باید بشه صفر دولوش باید کجا بیاد؟ الانش میکنیم به این یکی در راستای x سنتر تو سنتر در راستای اپلای میکنیم در راستای y مینیموم به ماکسیموم خب ولی روتیشنش اینه هاش بچه ها میبینید وسط برگشتن به جای قبلی یه موقع های اشتباه میشه سر و ته درست ها یعنی توی سانی فریم 60 جاش درسته توی فریم 120 هم جاش, جاش درست هستش من های سینوشین هم میزنه بچه ها خب توی سانی های وسط میبینید 3D Max این دوتا لوبه رو داره اشتباهاً تو موقع جا به جایی روی همدیگه میندازه برای اینکه این اتفاق نیفته ما میام دوباره توی سانی 100 اون حالت یه یکی فریم دیگه میزنی دوباره همچنان اتوکی روشنه بچه این چیز مهمی ها اتوکی باید الان روشن باشه هم همینجا روتیشنش چی؟ روتیشنش هم یه مقدار بازتر میکنیم دویلوش هم فقط یه ایرادی داره بعد در راستای ایکس سنتر تو سنتر باشه. یه بار دیگه با هم شکل بکنیم توی نمای پرسپکتیو ببینیم انیمیشنمون چجوریه جوریه ها یه بار پلی میکنین قشنگ باز میشن میرن رو هم یه چف میشن و دوباره بسته میشن حالا این وسط ها میشه بازم کی فریم بیشتر ساخته بچه هم. میشه ده, فریم ده فریم این کارو <تصفح> کردش نظرت میخوام اصلا گرفت چون نگاه کنید الان توی نمای تاب ببینید باز مثلا توی این لحظه یه مقدار مدل ما جابجا جا شده من میتونم بیام دوباره جاشو درست کنم یعنی بیام ده سان ده فریم ده فریم این کار رو انجام بدم که جابجاییم تمیزتر باشه اینجا هم باز میتونم بس شو. دوباره بیام توی فریم 100، اینو بذارم اینجا فقط الان البته من دارم موش و بچه ها رو حالت اتوکی تنظیم که دیگه داخل هم دیگه نرم من 20 فریم 20 فریم داشتم تنظیم می کردم همونم توی انیمیشن چون خیلی سریع داره انجام میشه خیلی تاثیر نداره تو چشم مخاطب اما خب باز شما اگه این کار بیشتر وقت بذارید تمیزتر در میاد مثلا توی ثانیه پنجا هم خوبه به همدیگه نزدیکتر باشه الان توی نمای پرسپکتیو دیگه ببینیم خیلی ب... خوبه دیگه میبینید خیلی قشنگ لوبر باز شد و بسته شد باز میشه و دوباره بسته میشه تو یه لوپی هم بچا این هی تکرار میشه من اتوکی رو خاموش میکنم یعنی این انیمیشن من به ته برسه دوباره برمیگرده از اول حالا بچا من یا آن آل بکنم من دقیقا قرار همین ستا ازش کپی بگیرم این سمت هم قرار بدم یا آن بکنیم این و این و این رو کپی میکنم وقتی کپی بکنم بچا با خودش انیمیشن هاش هم کپی میشه من یک کپی میگیرم میذارم اینجا کپی ما از نوع اینستانس میگیرم فقط 90 درجه الان باید بج... آها یه نکته وجود داره بچه الان وقتی من اینو 90 درجه میچرخونم نکته ای که اینه که اینا دارن هر کدوم سر جای خودشون 90 درجه میچرخم من اینو اول گروپش میکنم بعد اون گروپ رو 90 درجه میچرخونم خب بعد بعد جاشم توی نمای تاپ اینجا اینو قشنگ تنظیمش بکنم توی کی فریم 120 هم خوبه بچه من کنم اینجا یه اشتباهی کردم آره ببینید یه خود عقب جلوه من دوباره اوتوکی رو میزنم تو ثانیه 120 میبینید دقیقا اندازه نیست با این یکی تو داستای ایکس مینیموم به مینیموم یه مقدار باید این جابجا جا بشه یا اینجا خب میام توی نمای پرسپکتیو این گروه رو الان پاک میکنم چون یه مقدار عقب جلو بودم بچه تو فریم 120 شا بقیه فریم هاشون درست بود بازم یه چک بکنیم خب درسته توی ثانیه اول هم یه چک میکنم که ببینم جاش توی اولین لحظه خب اوکی تو همون فریم صفر یه کپی میگیرم این کپی رو اینستنس میکنم ولی چون میخوام همشون با هم بچرخه، چرخه یه دونه گروپ میکنم اوکی اتوکی خاموش ها انیمیشن نیستین یعنی اینجا چیزی قرار نی انیمیت بشه علی ابجکتی کپی بگیریم من کل این ابجکت رو بدون اینکه بخواد روی تک تک هر کدوم از این لوورها اثری بذاره 90 درجه میچرخونم خب اینا اون انیمیشن هویت اصلی خودشونو حفظ کردن یعنی هر کدوم از این لوورها ببینید انیمیشن شخصی خودش رو داره الان همون جابجایی رو ولی در این حال الان داره توسط یه گروه بدون انیمیشن شدن جابجا میشه یعنی کل این مجموعه هر کدوم سر جای خودشون دارن 90 درجه میچرخن من این مجموعه رو با هم گروه کردم کپی گرفتم بردم یه جای دیگه 90 درجه چرخوندمشون حالا توی جای بعدیشون نسبت به موقعیت جدیدشون قراره 90 درجه بچرخن یعنی ات... یعنی اون حالتی که درستتر هست اتفاق میفته برای ما ما هم همین لازم داشتیم دیگه راحت کپی گرفتیم گروپ کردیم الان سر جای جدیدشون دارن درست میچرخن یعنی اینجوری نیست که من بخوام همه زوایای 90 درجه رو این بار به 3D Max بگم حالا از 90 تا 180 بچرخون چون بالاخره این آبجکت نسبت به هویت خودش چون اینا توی دو تا مختلفن دیگه یعنی این دره اینجا بین 0 تا 90 درجه جابجا شده ولی در حقیقت اینجا بین 90 تا 180 داره جاوججا میشه منتهی چون توی یک گروهی هست که اون گروه مجموعا 90 درجه چرخیده شده به خاطر همینه که اتوماتی انیمیشن درست در میاد الان من فقط لازمه که جای اینو بچه ها درست تنظیم بکنم میگم آقا این گروه در راستای x باید سنتر به سنتر باشن و با علاوه این که شما میخواید جاشون رو تنظیم کنید توی اون ثانیه های ابتداییش این کار رو انجام بدید یعنی در ثانیه صفرش که آبژکت ها جا, جا نشدن این هم میاریم راست این سمتش رو تنظیم کنیم، این ورش هم درسته توی پرسپکتیب دوباره توی نمای تاپ یا چک بکنی این باید بیا جلوتر اینجا باید قرار در آسه بعد ماکسیمومش روی مینیموم باشه خب یه بار انیمیشن اون رو با هم دیگه ببینید بچه ها انیمیت شده یه کامل رو ببینید خیلی جذاب شد بچه ها. ساده سا ولی همین میتونه تو اینستا کلی ویو بگیره چون یه چیز ساده شیک قشن راحت یه لووری باز میشه این لوور بسته میشه ولی جذابه میگم میتونی با دو تا سناریه مختلف ولی همین انیمیشن رو بگیری مثلا اولی نور داخل خاموش باشه این باز شه بسته شه نور روشن بشه دوباره باز شه بسته شه نور خاموش بشه میشه دو سه تا سناریو رو کار کرد یا مثلا متریال ها رو عوض بکنی خب این هم از این توی نمای کلی هم یه بار با هم دیگه ببینی بچه ها تو این نما میتونه جالب تر هم باشه این خیلی تمیز باز و بسته میشه خب تا اینجا کار بچه این برای ما کفایت میکنیم توی جلسه بعدی میخوام کم کم وارد مراحل رندر گرفتن بشیم یعنی متریال بهشون بدیم و ببینیم وقتی میخوایم رندر بگیریم چه جوری میتونیم جذابتر کار بکنیم تو همین جلسه این مقدار از انیمیت،, انیمیت کردن برای ما کافی بود کلیاتش رو شما یاد گرفتین حتما ویدیو بعدی رو دنبال بکنید که دیگه قراره وارد مراحل همون رندر و متریال و نورپردازی بشیم مرسی از اینکه این ویدیو نها کردید بچه‌ها امیدوارم جذاب بوده باشه اگه اینطور بود لطف ویدیو رو لایک کنید چندمون رو سابسکرایب بکنید و اگه دوست داشتید این محتوا رو برای باقی افرادم بفرستید اگه خیلی باحال حال کردید میتونید از طریق لینک ها می باشه توی دیسکریپشن هم از ما حمایت بکنید مخلص شما فعلا وقتتون بخیر